باز وقتی به این قسمت میرسد سرعت آب در کنارها کاهی نسبت به مقطع قبلی کاهش خواهد داشت و در خط مرکزی جریان افزایش بیشتری خواهد داشت. اما آب در بستر بزرگتری جریان خواهد پیدا کرد. همین نفع مقطع زدن رو ادامه میدیم. میبینید که بس رودخانه تنگ شدگی در بس رودخانه مشاهده میشود. یه مقطع اینجا و ابتدای تنگ شدگی، حتما یک مقطع در نظر میگیریم. باز اینو یک مقطع در نظر میگیریم چون تغییرات داریم. این قسمت ببینید، این قسمت ببینید که بس مسیر بس رودخانه هیچ نوع مانعی دیده نمیشه، قوسی نداریم. ظاهرا بستر یک نواخت می باشد با فرض یکسان بودن مواد کف بستر و یک نواختی کف بستر. طول این بازه را میتونید یک مقطع نگاه کنید به نحوه مقطع زدن. این بازه طولش چند برابر بازه های بالا دست خودش می باشد. بنابراین ما نگاه میکنیم که بازه ها باید طوری باشند که شرایط یکسان و مشابه داشته باشیم، نه اینکه بسیار یک نواخت با فواصل خاصی اقدام به تنظیم یافتن مقاطع بنماییم. اینجا به خاطر وجود پیچ، البته باز هم تاکید میکنیم نیاز به پیمایش طول مسیر رودخانه و کنترل صحرایی داره. بعد نتایج پیمایش رو هم برای تنظیم یافتن محل مقاطع هم برای تعیین ضریب زبریمانینگ به مورد جیاس وارد میکنیم. البته ضریب زبریمانینگ رو در مورد رسم روانیابی هیدرولیکی وارد میکنیم. نتایج مربوط به محل مقاطع و پیمایش مسیر رو برای تنظیم یافتن مقاطع و ترسیم مقاطع عرضی و کاتلند ها به مورد جی اس وارد میکنیم. حال ما برای هدف ما آموزش میموشد و اقدام به ترسیم میکنیم. یک بالا آمده یک کف بستر رودخانه در اینجا مشاهده میشه که ارتفاعش نسبت به مقطع قبل خودش کمی بیشتر میباشد. این قسمت رو میتونیم یک مقطع در نظر بگیریم. اینجا میبینید یه بستر یا یه مانع دشت سیلابی دیده میشه که به حالت یک سکو میباشد و از طرفی هم تا بسترتون ابتدای اون رو یک مقطع در نظر میگیریم و همچنین انتهای اون رو. اینجا باز مسیر رودخانه یکسان میباشد از یک نواخت سر پیچ یا قوس. ابتدای قوس یک مقطع یا کاتلند در نظر گرفتیم. حال مشاهده میکنید طول مسیر رودخانه یک نو در اینجا به صورت مسیر مستقیم هست، قوسی نداریم، مانعی دیده نمیشه، مورفولوژی بستر و دشت سیلابی یک نواخته. فرض میکنیم که تغییر در مسیر در پوشش و مسائل کف بستر وجود ندارد. میتونیم مقطع رو در اینجا تا ابتدای این قسمت حتی که در ژئومتری کف بستر یا توپوگرافی کف بستر تغییرات مشاهده میشه و موانعی، میتونیم تا این قسمت بستر رو به عنوان یک مقطع در نظر بگیریم. بعد این قسمت رو یک مقطع تا اینجا که یک مقطع دیگه میشه. اینجا یه دفعه ما تغییر نگاهی در مورفولوژی بستر حالت باز شده که داریم که به خصوص در بحث پیشبینی رفتار هیدرولیکی سیلاب ها باشه. اینجا نقاط پهن باعث کاهش ارتفاع سیلاب میشه، باید
به عنوان یک مقطع در نظر بگیریم. اینجا مقاطع رو مقطع در نظر میگیریم و این قسمت پهن رو یه مقطع دیگه و نهایتاً یه مقطع دیگه. حال مقاطع عرضی کاتلند هامون رو در جهت عکس جهت جریان آب ترسیم کردیم و فایلش هم تم استابدیت میکنیم. تا این مرحله ما اقدام به شبیه سازی و ترسیم لایه هایی به صورت لایه های وکتوری در محیط که دمو جی اس که شامل استریم بنک ها فلوپس ها و کاتلند های مقاطع عرضی میباشند، اما اینها فاقد اطلاعات مبود توپوگرافی بسته دشت سلایی میباشند، یعنی فقط 2D میباشند نه 3D.